همین الان اتفاقا در مورد همین صحبتی که کردی در آغاز گفتگومون از این که این دو نفر به هر جدی شهامت رو داشتن و این انگیزه رو داشتن در خودشون و فکر میکردن که این مسئله مهم هست که بخوان در موردش صحبت بکنن و بیان و در یک برنامه‌ای به این شکل حضور پیدا بکنن. فکر میکنی نقش خود همجنسگراها، شما سردبیر یک نشریه هستی برای همجنسگراها، فکر میکنی شماها تا چه حدی نقش دارید در این که در جامعه پذیرفته بشید و تا چه حدی این نقش رو تونستید ایفا کنید؟ ببینید، برای جواب دادن به سوال شما، ما نیاز داریم که قوانین همجنسگراستیزی که وجود داره، رفتارهای همجنسگراستیزی که وجود داره رو لحاظ کنیم. اما با این وجود برخی مثل رامین عزیز که توی برنامه شما هم صحبت کردن، شانس اینو داشتن که خانواده نفهمیده و دلسوزی رو داشته باشن که اون رو بتونه قبول کنه، اما هر همجنسگرایی این شانس و این اقبال رو نداره و متاسفانه زیر این ستم ها و آزار ها امکان هر گونه خطر، تهدید و بلایی رو داره. تلاش ما در نشریه چراغ، نشریه دگرباشان جنسی ایرانی، اینه که برای همجنسگران و برای دگر جنس گونه ها یا ترانسکشوال ها یک بستری رو آماده بکنیم برای ارائه اطلاعات به اونها و برای آگاه سازی اونها و از سوی دیگه برای آگاه سازی خانواده های اونها، چون همونجور که میدونید بستر اقتصادی جامعه ایران این امکان رو به نوجوان ها و جوان ها نمیده که بتونن خیلی راحت از خانواده دور بشن. این به این معنیه که خانواده تنها مأوا و پناهگاه یک فردی هست که امکان داره که از بیرون از خانواده مورد اذیت و آزار قرار بگیره. بنابراین خیلی خانواده خیلی جای حساسی میتونه باشه از این نظر که بتونه فرد رو کمک بکنه تا زندگی عادی و بدون دردسر رو داشته باشه. بله، اجازه بدید من در اینجا روی سخنم با دکتر نراقی باشد. دکتر نراقی، من یک سوالی از شما دارم. ببینید، صحبت از خانواده ها شد، به هر جهت این افراد از کره مریخ نیامدن، اینها جزء اون جامعه هستن که درش به دنیا آمدن. بسیاری از اینها فرزندان یک خانواده مسلمان هستن. وقتی که نگاه میکنید میبینید که خیلی از این افراد اتفاقا باورهای مذهبی خیلی خیلی قوی هم دارن. هستن کسانی که من باهاشون صحبت کردم، مثلا در مورد این برنامه، ما دو برنامه دیگر هم در سالهای پیش داشتیم در ارتباط با این برنامه، گفتگوهایی با اینها داشتیم. اینها حتی نذر کردن رو قبول دارن، سفره انداختن رو قبول دارن این افراد و بسیار معتقد هستن به باورهای مذهبیشون. به عنوان یک پژوهشگر دینی از شما میخوام سوال بکنم، آیا واقعا میشود همجنسگرا بود هم مسلمان بود؟ اینها با همدیگه میشه مغایرتی داشته باشه؟ آدم هم باور رو داشته باشه به اینکه گرایش جنسیش این هست، همین که یک مسلمان باشه در اسلام، آیا میشه این رو توجیه کرد؟ ببینید، بستگی داره. درک رایجی که از مسلمانی در حال حاضر جاری هست در میان مسلمانان، هنوز با مفهوم اقلیت‌های جنسی سر آشنایی و سازگاری نداره. منتها این نباید مایه تعجب و واهمه باشه. برای اینکه شما ملاحظه کنید، مثلا 50 سال قبل شما اگر نگاه بکنید، تفکر دینی ما نسبت به مسئله زنان همین وضعیت رو داشت. یعنی در متون مقدس دینی ما فقراتی آمده است که ممکن است که از زاویه و منظر یک فمینیست برای مثال کاملا تبعیض آمیز باشه. و رفته رفته جامعه مسلمان ما، زنان و مردان مسلمان، عالمان و غیر عالمان مسلمان ما، با این ایده تازه، با این تصویر تازه از زن بودن آشنا شدن و متوجه شدن بسیاری از احکام تبعیض آمیزی که در برای مثال در قرآن وجود داره یا در فقه سنتی ما وجود داره، این احکام لزوماً منعکس کننده حقیقت و گوهر دین نیست. ولذا درکی از دین ارائه دادن که با مسئله برابری زنان، با حقوق زنان سازگارتر باشه. یه فرایندی جامعه دینی ما طی کرد تا از یک موضع کاملا زن ضد زن و زن ستیزانه
به جایی برسه که حقوق زنان تا حدی با آغوش گشوده تر پذیرفته بشه. و امروز ما مسلمانان فمینیست داریم که از حقوق زنان از موضع دینی دفاع میکنن در سراسر جهان اسلام از جمله در ایران. عرض من این است که مسئله در مورد اقلیت‌های جنسی هم از همین قرار است. یعنی رفته رفته جامعه باید دانش و اطلاعات و آگاهی کافی درباره همجنسگرایی، حقوق اصلی همجنسگرایان، ریشه های اون پیدا بکنه. رفته رفته شما خواهید دید که این امکان فراهم می شود که ما با این مسئله با گشودگی بیشتر برخورد کنیم. من این نکته را عرض بکنم. اگر شما معتقد باشید که به اصطلاح دلایلی که سنتاً برای تقبیح رفتارهای همجنسگرایانه اقامه شده دلایل استواری نیست، که اعتقاد بنده این است، در پاره از نوشته هام من به تفصیل دلایلی که حکیمان مغرب زمین و حکیمان مسلمان در تقبیح اخلاقی رفتارهای همجنسگرایانه آوردن رو به تفصیل مورد بحث قرار دادم و داوری من این است که این دلایل از اتقان و استواری کافی برخوردار نیست. این رو اگر اضافه کنید به این باور معتزله در فرهنگ کلامی اسلامی که داوری های عقلانی ما درک ما را از دین باید سامان بدهند، یعنی اگر شما در حوزه عقل به جنبندی برسید که با درک شما از منابع دینی ناسازگار است، شما باید درک خودتون رو تصحیح بکنید. اون وقت من به شما عرض میکنم که در داخل فرهنگ اسلامی از جمله در چارچوب فقه شیعی ابزار کافی برای برقراری این سازگاری وجود داره. بله، ممنون. سپاسگزارم. پاسخ من مثبت است. میشه مسلمان بود و در این حال حقوق اقلیت های جنسی رو حرمت نهاد. بله، ممنون و سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در برنامه. خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. آقای پرنیان عزیز، میخوام ازتون سوال بکنم که نظرتون در مورد صحبتهای آقای دکتر نراقی چیست؟ خب من در اون حدی نیستم که بخوام نظر کارشناسی بدم، اما ضرورت وجود داشتن چون این دیدگاه هایی که مخالف با اندیشه و اندیشه حاکم بر فقه خیلی لازمه، خیلی خیلی پیشبرنده و مفید باید باشه. وجود همچین دیدگاه‌هایی میتونه پایه‌های سست فقه سنتی رو به لرزه در بیارونه و اونها رو وادار بکنه که به وظیفه خودشون که همانا معاصر کردن فقه، یعنی توجه به نیازهای بشریست، توجه بیشتری داشته باشن، به اون بپردازن، که متاسفانه ما نمیبینیم نمونش رو شما در سخنگوهای این نوع فقه ملاحظه میکنید. آقای عبدالکریم سروش مرتب این ور اونور دارن سخنرانی میکنن، اما مطلقا به این موضوع نزدیک نمیشن و هر موقع هم که نزدیک میشن فقط میگن ما باید شر میکنیم. آیا این پاسخ درستیه به مسئله همجنسگرایی، مسئله که کاملا انسانی است و بعد روزی ما بهش جواب بدیم، روزی که خیلی نزدیک باشه؟ بله، در ارتباط با صحبتی که شما کردین، ما یه بحثی رو آغاز کردیم با دکتر نراقی و اولین صحبتامون، اولین سوالاتم هم در مورد همین بود که ایشون یک توضیحات جامعی رو دادن. سپاسگزار از هم از شما به خاطر حضور در برنامه. موفق باشه. مرسی، منم از شما سپاسگزارم. حمید، خواهش می‌کنم.